جبهه مردم کدام است؟ معیار چیست؟ 1. شعار اصلی. اولین ویژگی جبهه واقعی مردم این است که باید دارای یک شعار اصلی باشد. این شعار اصلی باید به سمت اصلی ترین مشکل جامعه باشد. جامعه کنونی ایران مشکلات بسیاری دارد: فقر، گورخوابی، دستمزدهای پایین، فساد، اختلاس، بیکاری، مشکل مسکن، مشکل بیمه و درمان، خدمات شهری و صدها مشکل دیگر. این مشکلات اگرچه در ظاهر متفاوت هستند، اما همه آنها ریشه مشترکی دارند و زاییده یک حکومت سیاسی فاسد هستند که همه کارش آخوندی است به نام ولایت فقیه که به هیچ ارگانی هم حساب پس نمی‌دهد. یعنی بالاترین قدرت منهای کوچکترین پاسخگوی. نتیجه این است که اولین شاخص جبهه واقعی مردم اعلام مخالفت با نظام ولایت فقیه است. یعنی اگر کسی فکر می‌کند که با وجود ولی فقیه می‌توان به آزادی و عدالت رسید، نمی‌تواند عضوی از جبهه مردم باشد. قبول شعار سرنگونی ولایت فقیه اولین اصل ورود به جبهه مردم است. 2. اعتقاد به رأی مردم. موضوع جدی بعدی این است که مردم چه چیزی را می‌خواهند و چه چیزی را جایگزین نظام ضد مردمی ولایت فقیه خواهند کرد. آنچه که باید به عنوان یک اصل همواره در نظر داشت این است که رأی مردم ایران در یک انتخابات آزاد تنها منبع مشروعیت حکومت آینده خواهد بود. پروازه هست کسانی که در دیکتاتوری‌های سابق نقشی در سرکوب یا چپاول مردم داشتند از شرکت در چنین انتخاباتی محروم خواهند بود. در نتیجه اعتقاد به رأی مردم شرط دوم حضور در جبهه مردم است. 3. اصل وحدت نیروها. اصل دیگری که باید در جبهه مردم به آن پایبند بود اصل وحدت نیروهاست، چرا که تفرقه بین نیروهای این جبهه تنها به سود دیکتاتور حاکم خواهد بود. برای حفظ وحدت نیروها التزام به دو اصل زیر ضروری است. الف، هیچ یک از اعضا یا گروه‌های عضو جبهه مردم نباید اقدام یا حرکتی در جهت تضعیف دیگر نیروها انجام دهد، نه در تبلیغات و نه در اقدامات عملی. ب، در چهارچوب حفظ وحدت ملی همه نیروها باید از هر گونه شعارهای تجزیه طلبانه قومیتی یا تفرقه افکنانه مذهبی اجتناب کنند، زیرا طرح این شعارها که تمامیت ارضی ایران را زیر سوال می‌برد در شرایط کنونی امداد رسانی به دیکتاتور حاکم است. اصل چهارم، راهبرد. چهارمین شاخصه جبهه مردمی راهبرد یا شیوه سرنگونی است. در این مورد باید در نظر گرفت که این راهبرد را نمیتوان مستقل از شرایط کنونی جامعه و ماهیت حاکمیت طراحی کرد، بلکه نهایتاً راهبرد را حکومت با اقدامات سرکوبگرانه اش به مردم تحمیل می‌کند. تجربه قیام 78 و 88 نشان داد که این حاکمیت هیچگاه مجوزی برای راهپیمایی‌های مردمی که در آن خواسته اصلی بیان شود صادر نخواهد کرد، بلکه برعکس نشان داده که تحمل کوچکترین تجمع و اعتراض مردمی را ندارد. راه سرنگونی این حکومت قیام عمومی است که مردم در توده‌های انبوه مراکز حکومتی را از چنگ حاکمیت خارج کنند. همچنین حکومت بارها نشان داده است که جوابش برای هر گونه تجمع سرکوب و آتش است. لذا معترضین هم با توجه به حق مشروع دفاع از خود می توانند به هر شکل ممکن از خود دفاع کنند. باید توجه داشت که در تجمعات و اعتراضات مردمی نباید هیچ گونه خسارتی به اموال شخصی مردم وارد کرد و به مراکز تأمین زندگی روزانه آنها مثل آب و برق و غیره آسیبی وارد کرد. اعتقاد به چنین اصلی چهارمین ویژگی جبهه مردمی است.